سلام، من آرش صبحانی هستم. خوش اومدیم به برنامه آنتن. به تهیه کنندگی سامان اربابی که اونجا تو اتاق فرمان مشغوله و بقیه بچه تیم آنتن که اونها اونجا مشغولن. در برنامه این هفته برنده ها و بازنده های بزرگ هفته، مسیح علی نژاد، خبرساز، مردم و پرونده انتخابات، و این هم بخش خبر برنامه آنتن. هاشمی رفسنجانی در اولین اظهار نظر پس از انتخابات گفت ایران دموکراتیک ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد. یعنی دیگه از این تیکه بالتر هم میشد به دنداغ جنتی. معاون سیاسی وزارت کشور در پاسخ به علت تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات گفت دقت و شفافیت را فدای سرعت نمی کنیم. بله، دفعه پیش که شفافیت فدای سرعت شد یادمونه چه گلی سرمون زدی های وزارت کشور. محمد رضا عارف به حسن روحانی رئیس جمهور پیشنهاد داده است در دولت تدبیر و امید از محمود احمدی نژاد مشاوره بگیرد. یعنی هر مشاوره احمدی نژاد داد عکسش عمل کنن تا بشه یه تصمیم درست و حسابی واسه مملکت گرفت. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در واکنش به مطرح شدن درخواست آزادی موسوی و کروبی گفت این مسائل تحت تأثیر فضای مجازی است. نخستین کاری که باید دولت جدید و اصلاح طلبان انجام دهند این است که دور این فضای مجازی یک خط قرمز بکشند. خط قرمز که سهله، دیوارم دورش بکشن انقدر تحلیلگر سیاسی ریخته که از اون دیوار بره بالا و واسه مملکت از این ساز بشه که تا 7-8 10 تا نسل دیگه مجبورشن تومونه شده. علیرضا دبیر، حسین رضازاده، هادی سایی و عباس جدیدی به شورای شهر تهران راه یافتند تا با یه فیتیل پیچ و مشکل ترافیک اونو ببرن رو پل همت، مشکل موشا رو پنیر تپون کنن و با یه کولنداز و دو خم انفجاری امر و نقل عمومی رو ببرن تو پیچ کمر، با دست زیر کت آلودگی هوا رو میون کوب کنن. در پی شکایت لاریجانی، احمدی نژاد به دادگاه احضار شد. این دفعه دیگه واقعا احمدی بای بای. و دست آخر این که تیم ملی ایران با شکست کره جنوبی در کره جنوبی به عنوان تیم اول گروه به جام جهانی برزیل صعود کرد. توی دروازه گل برای ایران. اما اتفاق مهمی که هر 4 سال یه بار رخ میده و شاید بشه گفت تأثیر عمیقی روی زندگی همه ایرانی‌ها میذاره و تا نسل‌ها رو درگیر خودش میکنه، همانا صعود ایران به جام جهانی فوتباله که خودتو کنترل کن، فوتبال رو بیخیال. از اتاق فرمان به من یادآوری میکنن که این برنامه ورزشی نیست. خودتو کنترل کن، تمرکز. ببخشید. اتفاق مهمی که هر 4 سال یه بار رخ میده و شاید بشه گفت تأثیر عمیقی روی زندگی همه ایرانی ها میذاره، انتخابات ریاست جمهوریه که این سری بسیار حساس و نفسگیر بود. 8 تیم ثبت نام کردن، یکی به دلیل دوپینگ و دیگری به نفع یکی دیگه انصراف دادن و نهایتاً هر چی اون یه نفر که نظرش خیلی مهمه ولی فقط یه رأی بیشتر نداره گرا داد و از مقاومت و استقامت و دوژمن و درک و اینا گفت، به دلیل محبوبیت و نفوذ کلام معکوس خودش یکی دیگه رئیس جمهور شد و آینده یه جوونی رو که تازه رفته بود سر کار و درگیری عاطفی پیدا کرده بود و می‌خواست ظرفیتاشو تبدیل به فرصت کنه و اینا رو تباه کرد، نابود کرد. شکست کاری، شکست عشقی که تو رو ازم گرفت. و این وزارت کشور بود که به روش چوب خطی کاری رو که 4 سال پیش در 3 سوت انجام داده بود این بار بیش از یک روز کش داد و نهایتا حسن روحانی به جام جهانی برزیل راه یافت. خودتو کنترل کن. به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم معرفی شد. اینکه چطور روحانی تونست در این رقابت پیروز بشه تابع پارامترهای متعددی بود، از گل به خودی قالیباف که 8 سال سعی کرده بود از خودش چهره یک آدم غیر قارنشین ارائه بده که با اون سخنانیش بین بسیجی و تعریف خاطرات و ابراز عشق به چماقش خودش به دست خودش رو حذف کرد، واسه تو در محمد رضا عارف که همراه شد با جاگیری غلط خط دفاعی اصولگرا و پر کردن تله آفساید توسط رضایی و ولایتی و قرضی و نهایتاً تک به تک شدن روحانی و دروازه‌بانی که یه دستش هم همچین مصدومه و نهایتاً شلیک 18 میلیونی در زاویه مخالف بصیرت و گل. به
خاطر گلی که 18 میلیون نفر زدن و افراط و ماجراجویی هسته‌ای رو حذف کردن و گلی که تیم ملی زد و کره رو به خاک نشون و به خاطر رفتن تیم ملی به برزیل و رفتن احمدی نژاد از کاخ ریاست جمهوری، مردم ایران شادی حسی که شاید 8 سال بود فراموش کرده بودن و دوبار در یه هفته با هم دیگه تو کف خیابونای شهرهای خودشون تجربه کردن. یلا یلا راست شادی، ولی از اونجایی که خیلی کمتر پیش میاد که وقتی مردم خوشحالن حکومت آروم باشه و بالعکس، خیلی مردد موندن. برنده واقعی اتفاقات اخیر ایران براستی چه کسیه؟ حکومت، فدراسیون فوتبال، اصلاح طلبا، کیروش، رفسنجانی، مردم، کفاشیان، کی؟ منابع موثق میگن برنده اصلی کاترین اشتونه که شاید دیگه مجبور نباشه پاورپوینت هسته‌ای جلیلی رو به ضرب و زور دیاسپام و آرامبخش تو مذاکرات هسته‌ای تحمل کنه. ایده دیگه میگن برنده اصلی مترجم احمدی نژاد در سازمان ملله که دیگه مجبور نیست هر سال دعای فرج امام زمان رو برای صندلی خالی به انگلیسی ترجمه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of God, the compassionate. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام. All praise belongs to Allah, the Lord of the world. And may peace and blessings be upon. بعضی از کارشناسان معتقدن برنده اصلی کسی نیست جز خبرنگاران خارجی که دیگه مجبور نیستن این شکلکای آقای دکتر رو تحمل کنن. برنده اصلی هنوز معلوم نیست، شاید بعدا معلوم بشه. اما بازنده های اصلی چی؟ بازنده های این هفته چه کسانی هستند؟ تعدادی از منابع موثق بر این باورند که بازنده اصلی آقای استاد مصباحه که هر وقت از هر کسی حمایت کرد یارو ریز ریز شد، پود شد، آبرو براش نموند، شد صفر کلوین. حتی توی قم هم شخص مورد نظر حاج آقا نتونست نظر مردم رو جلب کنه. همه ما میدونیم ایشون چقدر این نظر مردم براشون مهمه. مردم تعیین کردن که به رئیس جمهور یا درش حکومت کنه هر کار بخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بمونه؟ عده دیگه میگن بازنده اصلی کسیه که با ماجراجویی هسته‌ایش اقتصاد کشور رو فلج کرد و نتونست برای کاندیدای مورد علاقه خودش که هیچ کس نمیدونست کیه و هر چی صدا سیما زوم کرد معلوم نشد سعید جلیلی چند تا نقطه داره و برنامه هسته‌ایش از مردم رأی اعتماد بگیره. خلاصه اون که فقط یه رأی داره بازنده اصلیه. شاید برای مشخص شدن همه بازنده‌های اصلی هم هنوز زود باشه. شاید ساخت و پاخته. شاید کار خودشونه. اما قطعاً یه نفر هست که تو تیم بازنده‌ها فیکسه. و اون کسی است که 4 سال پیش رفتنش به ساختمان ریاست جمهوری باعث گریه و اعتراض و خونریزی و حبس ملتی شد و امروز رفتنش از همون ساختمان باعث شد مردم از خوشحالی تا صبح تو خیابون بندری بزنن و ما همه امیدواریم تا شادی مردم اینجا قطع نشه و همینجوری ادامه پیدا کنه و بیشتر شه و هی کش بیاد. دیگه نباید خیلی کش بدم قضیه رو. اما برنده یا بازنده هر کسی باشه، چیزی که واضحه یه سری هستن که تحت هیچ شرایطی باخت تو کارشون نیست. خب نمایندگان مجلس که تا دیروز تو صحن زنجیر پاره میکردن و صبحا دنبل ولایت میزدن و وانتی بیانیه حمایت از کاندیدای اصولگراها رو امضا کرده بودن، پس از اعلام نتیجه انتخابات با رمز یا گربه مرتضی علی در یک چرخش 180 درجه زیبای دیگه با فرستادن یک نامه جهت عرض تملق و چاپلوسی برای آقای روحانی از شروع فصل جدیدی بر پایه عقلانیت و سواد گفتن. البته قاعدتا اولین نشونه شروع فصل عقلانیت و سواد اینه که از این استعدادها در جای دیگری غیر از مجلس استفاده بشه. حالا کوتاه اون موقع برگردیم به برد و باخت. آدم باید جنبه برد یا باخت رو داشته باشه. اگه بازنده شدی باید با کلاس، با وقار و متانت با رقیبت برخورد کنی. حتی اگه ته دلت از رقیب دلخور باشی، اون چیزی که تو سرت میذاره به زبون نیاری. بازم باید سعی کنی حداقل برخوردت صمیمانه به نظر برسه. صمیمانه تبریک عرض میکنم از اینکه جناب آقای روحانی تونستن اعتماد اکثریت ملت رو جلب کنن و منتخب مردم واقع بشن. این رو بهشون صمیمانه تبریک عرض میکنم. به نظر من الان باید همه کمک کنن که انشالله رئیس جمهور منتخب جناب آقای روحانی بتوانند در این حماسه اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره موفق باشن. انتخاب آقای دکتر حسن روحانی رو هم به ایشون و هم به هوادارانش تبریک عرض میکنم. از خدای متعال میخوام که ایشون بتونه به مشکلات اقتصادی مردم رستگی کنه. عرض تبریک دارم خدمت کسی که رأی اکثریت مردم رو داره و همه ما باید با ایشان همکاری بکنیم. اول تبریک به خاطر به دست آوردن رأی مردم
رأی مردم یه حجت شرعی بالاست، خب به منتخب تفویض میشه. امیدواریم که انشالله این رأی در آینده به مراتب بیشتر از این باشه، بهتر از این باشه. رأی بهتر از این باشه. آخرین تیکه همه کس کش آقای غرضی رو هم داشتیم. البته برای بازنده های انتخابات طعم شکست تلخه، ولی برای کسی که 8 سال مرکز توجه بوده و هر وقت گوشیش زنگ می‌خوره جواب میداده رئیس جمهور هستم، بفرمایید. الو الو، تو رو خدا حرف بزن اوباما، توی حرف بزن. بازم قطع کرد. برای اون از همه سخت‌تره که این پست رو ترک کنه، مخصوصا با این وضع اقتصادی و آمار فجیع بیکاری. تخصص مدیریت جهانی، مگه کار پیدا میشه به همین راحتی؟ پژورم که فروخته نمیتونه بره مسافر کشی. اما خوبیش اینه حتی نام برده هم شکست رو با وقار پذیرا شد و از تک و تا نیفتاد، که همین این یه سنت خیلی خوبیه. یه سنت خوبی گذاشته شده که مسئولین میان و به منتخب ملت تبریک میگن. منم از همین سنت خوب پیروی کردم، اومدیم خدمت دوست و برادر عزیزمون آقای روحانی که امروز مفتخرند که منتخب ملت ایران هستند به عنوان رئیس جمهور. هم عرض تبریک مجدد داشتیم و هم اعلان آمادگی دولت برای انتقال اطلاعات و تجربیات و کارها به جناب آقای روحانی و همکارانشون. واقعا این کار زایه‌ایه که یه نفر که شکست خورده بخوای بیشتر حالشو بگیری، و این دقیقا همون کاری بود که قوه قضاییه انجام داد. نذاش آخرین رأی شمرده بشه که حکم احضار رئیس جمهور رو صادر کرد، کاری که تعجب خیلی‌ها رو به هم داشت. حتی این نماینده عزیز که نمیشه ادب و متانت و جز به نقاط برجسته‌شون حساب کرد، میدونن که این کار نشون از خامی و ناپختگیه. این ناپختگی و خامی یک جز، یک زیرمجموعه در دستگاه قضایی است که خوب است رئیس دستگاه قضایی تذکر بدهند. درسته که هم از دست آقای رئیس جمهور شکارن، درسته که ایشون بدجوری آبروی خانواده لاریجانی رو برد تو مجلس اون دفعه، یعنی اون کسی هم که حکم صادر کرد حقش بود یه ما دندون رو جگر می‌ذاشت. این کارا یه نوع چیزه به نظر من، اسم خوبی داره. به نظر من اینجا یک کج سلیقه‌ای صورت گرفته. بالاخره باید الان که مردم یک حماسه سیاسی بی‌نظیر در این مقطع زمانی آفریدند و ممکنه این موجب سوء استفاده افرادی بشه، برای تنظیم این احضاریه و برای ارسال او یه مقداری بیشتر تدبیر می‌شد. راست میگه، تدبیر نشد، زده حال زده شد به این همه حماسه و مماسه و این ظرفیت و اینا، حالا بیا جمعش کن. و تدبیر میشد نشد. خب کدوم مقام مسئولی باید این تدبیر رو به خرج میداد؟ بنده که خودم هیچ در جریان نبودم، یعنی من بعد از اینکه این مطلب از طریق سایت ها منتشر شد مطلع شدم. رئیس قوه قضاییه چی؟ ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله عاملی در جریان نبودن. دادگستری چی؟ رئیس دادگستری تهران جناب آقای آوایی در جریان نبودن. در جریان نبودن. مسئولش چطور؟ حتی مسئول مستقیم خودشون در جزئیات در جریان نبود. هیچکی در جریان نبوده. این حکم احضار به دادگاه رو مثل که هیئت بدمینتون برای ریاست جمهوری فرستاده، که هیچ کس تو قوه قضاییه در جریانش نیست. برگردیم به بحث خودمون. آدم نباید کسی که باخته و زمین خورده رو ضایع کنه، ولی بعضی وقتا همچین حرص میدن به مردم که خدافظیشون تبدیل میشه به جشن ملی. یا مثلا این آقا با صادر کردن حکم حصر و زدن اون حرفا در مورد اعتراضات 88 یه جایی تو دل مردم برای خودش باز میکنه که حتی پس از شکست انتخاباتی مردم دست از سرش بر ندارن و در جشن صعود تیم ملی بدون هیچ دلیلی از ایشون یاد کنن. بله، تراژدی ها و کمدی های برد و باخت این هفته کم نبود و آخرین پرداش هم همین آقای مربی کره بود که گفته بود از ایران بدم میاد و خیلی ها منتظر بودن تا ایشون ببازه و واکنش برنده رو در مقابل بازنده ببینن. به قسمت خبرساز برنامه میریم با مسیح علی‌نژاد. سلام مسیح، این هفته چطوری؟ سلام آرش جان، بازم سعی میکنم خوب باشم. خبرساز این هفته کیا بودن؟ خبرساز این هفته مردمی بودن که با رأی به رئیس جمهور منتخبشون حسن روحانی به خیابونهای ایران برگشتن و هویت انکار شده شون رو در یک فضای شاد و مسالمت آمیز فریاد زدن. همین مردم 4 سال پیش هم به خیابون‌ها اومده بودن. اون روزها هم مثل همین روزها نام موسوی رو در خیابون‌ها فریاد می‌زدند. در خرداد 88 خیلی‌ها معتقد بودند که رأیشون گم شده.
در خرداد 92 اما با اینکه خیلی ها حسن روحانی رو نمیشناختن ولی رفتن پای صندوق ها و اسم کسی رو توی برگه های رای گیری نوشتن که گفته بود کلید داره و درهای قفل شده رو باز میکنه. به اونها گفته بود که این مردم خستن و دیگه اون کسایی که مسبب خستگی های این چند سالشون بوده رو نمیخوان. آقایانی که کشور را به این روز انداخته اید دیگر مردم شما را نمیخواهند. مردم معترض بعد از 4 سال احساس میکنن رأیشون به نام حسن روحانی این بار اگرچه با تأخیر طولانی اما درست شمرده شد. مردم همون مردم بودن، خیابونها همون خیابونها بود و شعارها هم همون شعارها، ولی چند چیز فرق کرد. اول چهرههای آدمها که 4 سال پیش پر از نگرانی و خشم بود، اما امسال همون چهرهها پر از خنده و شادی. حتی کسایی که 4 سال پیش زخمی و تهدید و تحقیر هم شدن، بخش هایشون البته به خیابون اومدن، اما این بار به پهنای صورت خندیدن و برای هم دست تکون دادن و رقصیدن. و اما فرق دوم، لباس شخصی ها و نیروی انتظامی که در میان مردم در خیابون حضور داشتن، همون لباس شخصی ها و همون نیروی انتظامی بودن، اما رفتار و برخورد هاشون با مردم فرق کرد. جالب اینجاست که 4 سال پیش هم لباس شخصی ها مردم رو کتک زدن و هم نیروهای امنیتی، اما امسال نه لباس شخصی ها کتک زدن و نه نیروهای امنیتی. پس به نظر میرسه حکمی که در اختیار نهادهای امنیتی و نهادهای موازی برای برخورد و کنترل مردم و تجمع کنندگان وجود داشت با حکم 4 سال پیش فرق کرد. و اما فرق سوم، این بار در خیابون‌ها خبر اصلی خبر شکسته شدن شیشه های بانک نبود. کسی هم شیشه ماشین های پارک شده در گوشه گوشه شهر رو نشکست، اما در سال 88 چرا؟ و فرق چهارم، امسال کسی به جوون‌هایی که به خیابون اومدن و احمدی بای بای خوندن نگفت خس و خاشاک. کسی به این جوون‌ها که در شعارهاشون هیچ اسمی از سران حاکمیت دیده نمی‌شد، بلکه اسم حصر شدگان و زندانیان سیاسی رو فریاد می‌زدند، نگفت میکروب. کسی این جوون‌هایی که به خیابون اومدن رو به عنوان اراذل اوباش، آشوبگر و یا فتنه‌گر مورد خطاب قرار نداد. و اما این مردم کسایی بودند که علی‌رغم تمام شادی‌ها و خوشحالی‌هاشون فراموش نکرده بودند که جای دوستان و همراهان 4 سال پیششون در میان پایکوبی‌های امروز خالیه. من هم رفتم سراغ پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، تا ببینم او وقتی این شعارها رو شنیده دقیقاً چه حسی داشته. دقیقاً سهراب جلوی چشمم همش بود. با اینکه میدونم اگه سهرابم بود میگفت برو رای بده، مطمئنم اینو میگفت، ولی خودم اون احساس مادری برام واقعا بر من غلبه کرد. یعنی احساس کردم اگه برم شاید یک لحظه پامو رو خون بچم بذارم، باید فضا به سمتی بره که من راحت بتونم برم رای بدم، با اون احساس کاملم برم رای بدم، نه با احساس مصنوعی دروغین گناه. و خوشحالم مردم رفتن رای دادم و همه رو تشویق کردم، اتفاقا هر کی میومد دیدنم میگفتم بری رای بده، چون باید در آینده کشورمون ما نقش داشته باشیم، هر فردی نقش داره تو این مسئله. خب نتیجه مشارکت این شد که دیشب بخش زیادی از مردمی که 4 سال قبل منتقد بودن اومدن توی خیابون و پیروزی آقای روحانی رو جشن گرفتن و اسم سهراب رو آوردن که سهراب بیدار شو رأیتو پس گرفتیم. نمی‌دونم اجازه که اینقدر مردم می‌فهمن. من می‌خواستم مشخصا نظر شما در مورد همین شعار پس گرفتن رأی بدونم. هنوز اون 100% که رأیمو پس گرفتم نرسیدیم ما واقعا، چون هنوز آقای موسوی اینا تو هستن، هنوز زندانیای سیاسی ما توی زندان، هنوز خواسته های به حق بچهای ما هنوز به نتیجه نرسید. امیدوارم آقای روحانی یا هر رئیس جمهور دیگه یا هر شخص دیگه، هر شخصی که توی این مملکت احساس مسئولیت میکنه،
به خواستهای مردم هم توجه بکنه. در مورد همین خواسته‌ای که خانم فهیمی مطرح کردن، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی نظر دیگری داره. آقای عبدی در مصاحبه‌ای که با روزنامه شرق انجام داده، مطالباتی مثل رفع حصر از رهنورد و موسوی و کروبی و آزادی زندانی‌های سیاسی و دلجویی از آسیب دیدگان انتخابات قبلی رو تحت تأثیر فضای مجازی عنوان می‌کنه و معتقد نخستین کاری که باید دولت جدید و اصلاح طلبان انجام بدن این هست که دور این فضای مجازی یک خط قرمز بکشن. فضای مجازی یعنی فیسبوک، توییتر، وبلاگ و یا شبکه‌های اینترنتی. اما مردم این خواسته هاشون رو در یک فضای حقیقی، اولا در همایش های انتخاباتی آقای روحانی و عارف و سپس در جشن پیروزی آقای روحانی با صدای بلند فریاد زدن. روحانی یادت باشه، موسوی یادت باشه، روحانی یادت باشه، موسوی یادت باشه. رفتم سراغ یکی از فعالین ستاد انتخاباتی حسن روحانی از زبان خود او بشنویم. میتونم بپرسم جریان این کلید چیه و در واقع ستاد انتخاباتی آقای روحانی بر چه مبنایی این شیوه تبلیغاتی رو انتخاب کردن؟ ببینید کلید در واقع انتخاباتی که توی قسمت مختلف دنیا برگزار میشه، المان‌ها و تصویرهای شکلی رو داریم که به عنوان تبلیغات برای کاندیداها استفاده میشه. این کلید در واقع نماد این هست که شرایط کشور تو این مدت قفل شده و تحریم ها تا چه اندازه روی زندگی تک تک مردم ایران تاثیر گذاشته، وضعیتی که با نوسانات نرخ ارز برای مردم به وجود اومده و معیشت مردم رو در واقع با مشکل جدی مواجه کرده و مشکلات دیگه‌ای که حالا تو عرصه‌های بین‌المللی، حالا این بحث مثلا احترامی که به هر حال ما انتظار داریم که پاسپورت ایرانی داشته باشه تو نقاط مختلف دنیا، به بحث دیگه که به هر حال مشکلات کشور هسته، اینها همه یک کلید میخواد که این قفل رو باز کنه. چقدر فکر میکنید آقای روحانی به آزادی بیان معتقده و از نقد استقبال میکنه در آینده؟ 100%. من توقعی از دوستانی که چه به آقای روحانی رأی دادن و چه به کسان دیگه رأی دادن این هستش که در واقع ناظر باشن و عملکرد ایشون حتما ناظر باشن و در واقع نگاه انتقادی خودشون رو داشته باشن و حقیقی که از آقای روحانی میشناسن ایشون استقبال میکنن از نقد سازنده و مطمئنن برخلاف اون چه که اتفاق افتاده تو این سالهای اخیر کسی که نقد بکنه در واقع حد نخواهد شد دچار برخورد ضربتی و در واقع سخت نخواهد بود. قول میدید این مطالبه رو پیگیری کنید؟ پس اینایی که گفتیم چی بود پس؟ به پایان این برنامه رسیدیم. برای بخشای زیادی از جامعه ایرانی، فارغ از اینکه حسن روحانی کابینش رو از اصلاح طلبان میسازه یا اصولگرایان، مهم اینه که درهای قفل شده در حوزه معیشتی زندگیشون باز بشه. بخشای زیادی از مردم هم خواسته هاشون رو کف خیابون فریاد زدن، توقع دارن که مسئولان صداشون رو بشنون و فارغ از نزاهای سیاسی کشور رو از بحران نجات بدن و عزت رو به مردمشون برگردونن. تا جمعه دیگر و خبرسازی دیگر. بعضی میگن که نباید از رئیس جمهور جدید انتظار معجزه داشت و باید به قول معروف این کف مطالبات رو با سقف توانایی‌ها و ظرفیت‌های مرتب مانده و همین قانون اساسی و چانه‌زنی از بالا و فشار و از بساط و خلاص از این حرفا. ولی این احکام حکومتی که آنتن صادر میکنه از نظر ما همین الان لازم الاجرا هستن. اجازه بدیم. حکم حکومتی اول: آقای روحانی باید پس از رفع حصر رهبران سبز و آزادی زندانیان سیاسی، قاضی مرتضوی رو با هانیبال سکوت بره ها همسری میکنه. آقای روحانی پس از تعویض تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید ظرفیت‌های آقای جلیلی رو زودتر با یه چیزی پر کنن تا تهدیداشون تبدیل به فرصت بشه. حکم حکومتی: آقای روحانی باید بلافاصله پس از رسیدگی به وضعیت اقتصادی نسبت به تک نرخی کردن دکتر بهمنی اقدام کنه. حکم حکومتی: آقای روحانی باید برای پیدا کردن اون موجود زنده‌ای که به فضا ارسال شده بود و جاش یه موجود زنده دیگه برگشته بود، سریعا نسبت به ارسال دکتر محمود احمدی نژاد به فضا اقدام کنند. آقای روحانی باید جعفر پناهی رو به عنوان وزیر فرهنگ و شمقدری رو به عنوان آفتابه‌دار ذخیره امامزاده بیژن معرفی کنند.
حکمه حکومتی جهت تزریق نشاط به جامعه نسبت به ائتلاف آیت الله جنتی و بقیه اعضای مجلس خبرگان با اعضای کشتی یوگی و دوستان موافقت شد. حکم حکومتی رفع تبعیض جنسیتی و احترام به حق انتخاب پوشش زنان و نصب فاطمه رجبی در تونل وحدت پارک ارم. حالا خانم رجبی رو نمیخواد جای نصب کنی، به زنها اجازه بده بیان استادیوم اقلا. بابا این دیگه چه مسخره بازیه؟ زنها حق ندارن بیان تو استادیوم چون مردا فحش میدن؟ خب مردا رو نده تو استادیوم. بعدش هم مگه شما تا حالا از میدان انقلاب و آزادی و جای دیگه شهر رد نشدی ببینی در سطح شهر چه برخورد غیر انسانی داره با زنا میشه؟ اعصاب میزنی یا آقای روحانی اون کلیدو بند همینجا شروع کن. حکم حکومتی استفاده از ظرفیت‌های به زمین مانده قانون اساسی و یادآوری به رهبری که ایشون بعضی وقتا خدا نیست. حکم حکومتی آقای روحانی باید ضمن استفاده از استعدادهای علمی جوانان در زمینه تکنولوژی نسبت به ساخت ماشین زمان برای برگرداندن آیت الله مصباح به دوران مورد علاقه‌شون یعنی دوره ژوراسیک اعلام کنه. حکم حکومتی جهت تامین بودجه دفاعی کشور با فروش سردار فیروزآبادی و سردار نقدی به سیرک خلیل عقاب موافقت شد. امروز روز ایران 8 نامزد با هم امیدواریم تجربه خوبی از آن در مناظره ها چه کسایی هستند؟ باید سعیمون رو میکنیم تا در بسته انتخاباتی جمهور شب خوش آمدی. بدون هیچ شکی میتونیم بگیم مهمترین بحث حکم حکومتی صدا و سیما باید حداقل دو تا پیرن داشته باشه برای کل موضوعش. یکی خیلی ریسکیه. شاید یه چایی چیزی بخونی یه دونه پیرنی که همه با هم استفاده میکنن. واقعا چه جوریه؟ بخشنامه میدین سه‌شنبه همه زرد بپوشن مثلا؟ حکم حکومتی آقای حداد عادل باید دوستان خیالی خودشونو به همه معرفی کنه. اگه به هر دلیلی داروی مصرف کردی که توهم زدی دو تا کاری رو تو مچ انجام ندید. یکی رانندگی، یکی حضور در مراسمی که عکاس اونجاست. این بود احکام حکومتی این هفته. ضمناً همین الان با خبر شدیم که سردار محسن رضایی برای انتخابات سال 1396 ثبت نام کرده و شعار انتخاباتیشون هم هست کار نیکو کردن از کردن است. دوستان به این شماره که این زیر میبینید زنگ بزنید، یه دقیقه وقت دارید برای ما یه ماجرای خبر واقعی سوژه چیزی تعریف کنین. اینم آدرس فیسبوک ماست، به اینجام سر بزنید. تا برنامه دیگه من آرش صبحانی به اتفاق سامان اربابی تهیه کننده و بقیه بچه‌های تیم آنتن با شما خداحافظی می‌کنم. میاو.